For centuries our castles lay forgotten in ruin, our kind hidden in darkness. Until now, we will rise from the shadows. Their blood will become. اگه عاشق خوناشام ها دنیای تاریک اونها هستین و حسابی هم از تجربه بازی مثل والهایم یا دیابلو لذت بردین وی رایزینگ همون چیزی که نباید از دستش بدید همراه بررسی بازی باشید از همون موقعی که استودی ستانلاک نسخه ارلی اکسس وی رایزینگ رو معرفی کرد معلوم بود که این بازی پتانسیل بالایی برای موفقیت داره حالا نتیجه دو سال تلاش برای بهبود بازی کاملا خودش رو تو نسخه نهایی نشون میده و شاید اثری هستیم که قطعا خود کنتراکولا هم بهش به عنوان یه تجربه خوناشامی افتخار میکنه. رایزینگ خیلی داستان سرراستی نداره. اول بازی باید خوناشام خودتون رو به دلخواه بسازین و تو حالتی که هنوز قدرت چندانی ندارین وارد دنیای تاریک و حتی ترسناک بشین دنیایی که هر موجودی از یه گرگ گرفته تا سربازا و بقیه خطر بالقوهای برای خوناشام تازه کار شما به حساب میان و به همین دلیل باید هر چی سریعتر سرپناهی برای خودتون بسازین و بند و بسات سازه های خوناشامی خودتون رو بنا کنین از اینجا به بعد متوجه میشیم که هدف اصلی ما تو بازی مبارزه با تعداد زیادی باسه که کشتن هر کدوم قدرت جادوها و آبگر تریت خاصی رو برای شخصیتمون در پی داره و لابلا این نبرت ها اطلاعات ریزی از داستان و مخصوصا وضعیت دنیایی که تو اون مشغول ماجراجویی هستیم ارائه میشه و اگه نظر منو بخواید همین میزان از داستانگویی هم برای ویرایزینگ کافی و مناسبه دلیل اینکه بازی نیازی به جزئیات داستانی زیادی نداره اینه که تو ویرایزین قرار خود شما داستانتون رو بسازین به این معنی که کلیت بازی تو تبدیل شدن از یه خوناشم تازه کار به یه موجود مخوف و وحشتناک روایت میشه و اینکه این, این مسیر رو به چه شکلی طی میکنین کاملا دست خودتونه و چه بهتر که بازی با اطلاعات اضافی دخالتی تو کارتون نکنه روند کلی رایزینگ ترکیبی از چند سبک مختلف ویدیو گیمه اول از همه عناصر بازی ژانر بقا رو به شکلی خیلی پررنگی داریم جایی که باید با جمعوری منابع قلعه مخوف خوناشمی خودتون رو بسازیم در واقع بازی اونقدر امکانات زیادی دو ساخت و ساز بهتون میده و این کارو انقدر بینا لذت بخش در که میتونید ساعتها فقط درگیر ساخت و ساز بمونید البته یه نکته آزاردهنده اینجا وجود داره محدود شدن سیستم فست با برداشتن یه سری از آیتم ها که مجبورتون میکنه گاهی برای جنوری آیتم و برگشتن به قلعه مسافت های خیلی طولانی رو طی کنید عناصر بقا تو ویرازین کاملا برگرفته از آثار و افسانه های مربوط به خوناشام ها طراحی شدند مثلا شاید چرخه کامل شب و روز هستیم و توی تایم روز شخصیت شما شدیدا در برابر نور آسیب پذیره و باید حتما تو سایه ها حرکت کنید به مرور ذخیره خون کارکتر تمام میشه و باید از بقیه موجودات تغذیه کنید هر موجودی یه نخون خاصی داره که مزیت‌های متفاوتی به شما میده جزئیات ریز دیگه مثل آسیب پذیری در برابر سیر یا نمادهای مقدس و نقره هم دقیقا برگرفته از داستانهای خوناشامی هستند و جدا از حس خوبی که به طرف داره چنین آثاری میدن باعث عمیقتر شدن گیم هم شدن سیستم نبردهای وی رایزینگ حسال مثل سری دیابلو داره به مرور زمان میتونید تجهیزات و سلاحهای جدید بسازین یا جادوهای جدیدی رو باز کنین سلاح های رده بالا قدرت های مخصوص خودشون رو دارن که استفاده درست از اونها میتونه تعیین کننده نتیجه نبردها باشه دشمنای بازی تنوع خیلی بالایی دارن و البته که جذاب نبردها نبردهایی که با بازها دارید این بازی حدود پنجاه تا باز مختلف داره که به مرور باید ردشون رو بزنیم و شکارشون کنیم کشتن بازها قدرت های جدیدی رو به شما میده و حتی باعث باز شدن سازه‌های جدیدی تو ساخت و ساز میشه و اون حس پیشرفت رو به شکل خیلی خوبی ارائه میده پیشرفت رو حتی میشه توی طراحی نقشه بازی هم به وضوح دید در حالی که شما کار خودتون رو از یه جنگلی با درخت های در تنیده شروع میکنین به مرور زمان باید به سایر بخش های نقشه برین که از محیط های روستایی با مزرعه ها گرفته تا حتی سرزمین های بیرحم و برفی انتظارتون رو میکشند. نکته جالب اینجاست که میتونید قلعه خودتون رو با تمام سازهاش به محیط جدیدی انتقال بدین و اینطوری کمی از اون عذاب طی کردن طولانی کم کنید همه این موارد یه لوپ شدیدن سرگرم کننده و اعتیاد آور تو گیم پلی بازی ایجاد کردن که شامل جمعآوری منابع و ساخت و ساز و تلاش برای بقا مبارزه با دشمنه و بازها و از همه جذابتر تلاش مداوم و همیشگی برای تبدیل شدن به خونآشامی قویتر قوی میشه که میتونن در نهایت شما رو به کابوسی برای همه اهالی موجودات جهان بازی تبدیل کنن البته این وسط و دقیقا پس از تموم کردن اکت اول با کشتن باس نهایی بازی کمی دوچار چالش ایجاد تعادل میشه به این صورت که برای رسیدن به سطح بعدی از پیشرفتی که انتظارش رو دارین نیاز به کشتن باسهای بعدی پیدا میکنین و تو این مقطع کشتن این باسها کار اصلا ساده ای نیست چرا که چند لول از شما بالاترن و به همین دلیل باید کمی بیشتر از حد نرمال حوصله کنید که شاید برای بعضیها کمی حوصله سربر بشه وی از نظر جلوه صوتی و بسری هم واقعا کیفیت بالایی داره تنوع طراحی تو خلق محیط های مختلف حسابی چشنواز و افکت های استفاده شده توی نبرتا و سایر موارد هم با جزئیات خوبی کار شده موسیقی هم کار خودش رو به عنوان یه ابزار کمکی برای ایجاد اتمسفر تاریک و بیرحمی که از یه بازی خوناشمی انتظار میره به نحو احسن انجام میده و پکیج کلی وی رایزینگ رو کاملتر میکنه در مجموع وی اثری که میشه با خیال راحت تجربه اون رو به همه علاقهمندهای ویدیو گیم پیشنهاد کرد یه بازی با محفریت خوناشام ها که هم تجربه تک نفرش و هم بازی کردن اون با گیمرهای دیگه حسابی سرگرم کننده است و کنار آثاری مثل کسلوینیا یا لگسی آف کین جزو بهترین بازی ساخته شده بر اساس این موجودات افثانه ایه.